خبرهای از تحولات عراق. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد تعداد قربانیان انفجارهای روز یکشنبه در عراق به حداقل 62 تن رسید. این انفجارها در بغداد و در بازاری در موسل در شمال عراق صورت گرفت. به گفته برخی منابع تعداد مجروحان انفجارهای روز یکشنبه در بغداد 120 تن بوده که به این ترتیب تعداد تلفات انسانی در ماه جاری میلادی در عراق در اثر اعمال خشونتبار به 545 نفر میرسد. در همین رابطه به گزارش تلویزیون الرافدین هیئت علمای مسلمین عراق تاکید کرد انفجارهای جنایتکارانه روز یکشنبه که در مناطق مختلف بغداد رخ داد حاکی از دست داشتن دولت مالکی و شبه نظامیانش در این انفجارهاست. خالد الوانی نماینده پارلمان عراق از العراقیه گفت دستگیری هایی که ارگان های امنیتی در عراق انجام می دهند یک امر برنامه ریزی شده و با هدف کوچ دادن مردم از پایتخت است. طرحی که برای تغییر ترکیب جمعیت از سوی ارگان های امنیتی اجرا می شود. به گزارش تلویزیون الرافدین، الوانی همچنین دولت مالکی را متهم کرد که با زندانیان عرب اهل تسنن به صورت فرقه گرایانه برخورد می کند و بدون هیچ دلیلی آنها را در معرض شکنجه و اذیت قرار می دهد. تلویزیون از تغییر گفت نوری مالکی فرمان ارتقای نیروهای ویژه موسوم به سوات از سطح تیپ به سطح لشکر را صادر کرد. تلویزیون از تغییر به نقل از یک مقام نظامی گفت فرماندهی این لشکر را فردی به نام سرتیب سامر ابوتراب بر عهده خواهد داشت که یکی از سرکردگان شبه نظامیان بدر وابسته به رژیم ایران است که در منصب مدیر اطلاعات نقش کلیدی در شعله ور کردن جنگ مذهبی در سال 2006 ایفا کرده است. این منبع فاش کرد دفتر نظامی مالکی پذیرش داوطلب از نیروهای سپاه بدر و شبه نظامیان وابسته به حزب دعوه برای عضویت در لشکر سوات را اعلام کرده است. وی تاکید کرد این لشکر علاوه بر تیپ 57 است که به عنوان نیروی ضربت مالکی محسوب می شود. این نیروها تحت عنوان مسئولیت حفاظت منطقه سبز شبه نظامیانی هستند که توسط مالکی برای اجرای عملیات و دستگیری های ویژه مورد استفاده قرار می گیرند. به گزارش تلویزیون شرقیه مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق گفت ایالت کردستان در انتخابات پارلمانی آینده در صورتی که قانون انتخابات جدید تصویب نشود شرکت نخواهد کرد. در بیانیه ریاست ایالت کردستان آمده است که بارزانی در جریان دیدار با سفیر فرانسه در عراق گفت قانون انتخابات وضعیتی مشابه دیگر موضوعات سیاسی در کشور را دارد که از مشکلات و کمبودها رنج می‌برد. از سوی دیگر سفیر فرانسه گفت که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در نقشه سیاسی و امنیتی در عراق نمی‌بیند.